از هجار عزیز میخوام که در مورد تجربه خودشون، تجربه برادرشون و فعالیتاشون برای ما صحبت کنن. بفرمایید هجار جان. با عرض سلام و درودهای بی پایان خدمت شما آقای امید اخوی عزیز، همه دستاندرکاران و همه کنندگان این کارزار، این تور اینترنتی در واقع که علیه اعدام هاست در ایران در واقع، و در حمایت از سه‌شنبه های احترازی که 37 هفته خودش رو پشت سر گذاشت در داخل زندان های ایران، زندان های از شهرهای مختلف، و موزی از شکوه و ابهت در ارتباط با مبارزات سراسری که از داخل زندان ها در حال حاضر شکل گرفته با اعتصابات خودشون و نمایش علیه اعدام برای برسیدن تناب های دار. من خسته نباشید میگم به همه عزیزانی که تا این ساعت قبل از ما عضو سخنرانان بودن، شرکت کنندگان بودن، و همه کسانی که از دور و نزدیک شاهد این برنامه زنده هستن و میبینن و میشنون بحث ها رو. امیدوارم که این ادامه این بحث ها و این کارزار مشترک عکس العمل جدی رو به دنبال داشته باشه برای خیز بیشتر علیه برسیدن حکومت اعدامی در ایران و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی، برای رسیدن به آزادی و برابری و یک دنیای بهتری که شایسته همه ماها، همه مردم ایران و مردم منطقه هم هست اگه شر این رژیم کم شود. من همانطور که شما عرض کردید، من هجار علیپور هستم، برادر زندانی سیاسی سابق هوشمند علیپور در واقع میخوام عزیزه شروع کنم که برادرم قبلا محکوم به اعدام بود، در سالهای سال 5-6 سال در زندان بود و با همین کارزار علیه اعدام اومدیم زلو. اون دوره مبارزه چشمگیری رو برای نزات زن دو انسان که برادرم و یکی دیگه همراهشون بود با موفقیت تونستیم پشت سر بذاریم. پایه های حکومت اعدام رو تونستیم یه بار به زانو در بیاریم، در واقع اون تناب های دار رو بالاخره رژیم حکومت اسلامی نتونست برگردن برادرم بیندازد که اسمش هوشمند علیپور بود آن دوره، که ما تلاش های زیادی رو کردیم برای نزات زنشون و همچنین در کنار اون برای نزات زندانیان سیاسی دیگه. کلا در طول سالیان سال همراه و همگام با مبارزات داخل ایران بودیم در حمایت از مبارزات از کارگران، معلمان، بازنشستگان علیه اعدام، مخصوصا این قتل حمد دولتی، قتلی که این رژیم با همانطور که دوستان زیادی از اول برنامه امروز صحبت کردن با همون تنابهای دار به قدرت رسید، تا امروز هم با همون ابزار ارهاب و سرکوب و کشتار تونسته در حاکمیت ننگینش باقی بمونه و زنهای زیادی رو، عزیزان زیادی رو از خانواده هاشون گرفت. و این در مورد اون. و من به عنوان کسی که دقیقا الان وارد سومین سال از یک جنایت گذشته که میگذره، اون هم قتل حمد حکومتی دیگری، این بار نبا تنابدار که در 22 مهر ماه سال 1400 بعد از موفقیت کمپین برادر دیگرم جیان هوشمند علیپور، قاتلان حکومت اسلامی برادرم جیان علیپور را که در مرز کردستان در شهر سردشت در حین کلبری در تردد بود، از فاصله نزدیک قلبش را با گلوله شکافتن و به زندگیش پایان دادن. جیان، خب خیلی ها شاید الان که این برنامه رو میبینن، کلمه از همون شعار جن جیان آزادی، از آن زندگی آزادی است، به معنی زندگی بود. اون جنایتکاران زندگی رو از ما، از خانوادهش و از دوتا فرزندانش که الان دیگه پدر ندارن گرفت. و اون در واقع یه قتل حمد حکومتی بود، چون یه انتقامی از خانواده سیاسی بود، خانواده ای که تاریخی داره و من نمیخوام اینجا وارد این جزئیات بشم، و به هر شکل در اون منطقه خودمون در اونجا و بسیار زادگاه ما در واقع آخرین سنگر مبارزه بود قبل از اینکه کلیه احزاب از کردستان، از همه طیفا چپ و راست، حکی اون منطقه الان که معروف هست در واقع در سردشت، آخرین سنگر مبارزه علیه دیکتاتوری حکومت استبدادی اسلامی بود قبل از اینکه به اقلیم کردستان و اروپا و غیره برن. و این روستا، این منطقه کلا همیشه زیر ضرب حکومت اسلامی بود. ده ها و صد ها کولبر تو این مناطق به بهانه های واهی، به خاطر هیچ، مورد تعرض واقع شدن، سرکوب شدن، کشته شدن.
الان صدها کولبه رو من میشناسم در همون منطقه. اگر نریم به شهرهای دیگر کردستان، تو همون منطقه آلان، سردشت، روستاهایش و دوربرش نقص حوزو شدن، معلول شدن، بی سرپرست شدن به زور میه لقمنون. ناناوران زیادی رو این رژیم اعدام کرده، اعدام سعرائی با گلوله، نبات نابدار، و اونم دیگه هیچ فرقی نداره. این رژیمی رو که ما شاهدش هستیم، شاهد یک تاریخ از جنایت و کشتار و در واقع نقض آشکار حقوق بشر، کشتار و در واقع نسل کشی آشکار حکومتی هستیم علیه کلیه مردم ایران. مناطق معروم مثل بلوچستان که از معروم ترین منطقه ایران، مردمش از بی حقوق ترین هستن، کردستان به همین شکل، و فرقی نداره. بارها گفتیم و زیاد وارد این بحث نمیشیم، چون در صورت از قلب تهرانش که نگاه کنید تو خیابونهاش میبینید سه وضعیتی فلاکت و اثر و پولی اونجا میبره، بیکاری، گرسنگی، کارتون خوابی، همه اینها هر صورت پشت زمینه جمهوری اسلامیه. سیاست هایش یعنی حکومت مافیایی که در عوض قدرت هستش و همه چیز، همه امکانات، ثروت، در واقع همه چیز اون جامعه رو قبضه کرده با ابزار سرکوب و کشتار و حله مناطق حاشیه معروف مثل بلوچستان و سیستان. هم به حصول سیاست های همیشگیش این بوده، تبعیضات آشکار، دامن زدن به سیاست های قومی و به حصول بزون انداختن مردم منتصب به اقوام کرد و ترک و فارس و همه و همه، و این بخشی از سیاست هاش بوده. بخش دیگه اتهامات همیشگیش مثل خب میدونیم انگ تزیه طلبی و اینها و منافق و وطن فروش و اینا بخشی از بوده حتی ابزار سرکوبش. و کولبرانی هستن، یه نمونهش هم ادریس عالی هست از همون شهر سردشت، دوروبر سردشت، یه کولبر محکوم به جاسوسی شده برای اسرائیل. یه کولبر، کولبران رو میارن این رژیم. مثلا همین سر روز، امروز و دیروز، یکی از مسئولین بلندپایه حکومتی که از دستور دهندگان یعنی چراغ سبزی داده به مزدورانشون در مرزها که شلیک کنن، هر کسی از مرزها تردد کرد شلیک کنن بکشن. و قبلا ها اینطور نبود، الان روستاها رو چون خیلی ها نمیدونن اونجا چه خبره، که یکم دقیق بشیم تو این مسئله، به ازای هر روستا در حال حاضر مثلا بین 10 تا 20 پاسگاه مرزی اونجا دایر شده. مرزی به عنوان مرز منبع درآمد وجود نداره. قاچاقی تنار مثلا اسمشو گذاشتن قاچاقی، حالا کسی که داره تلاش میکنه یه لقمه نون بیاره سر سفره خانواده‌اش، بهش میگن قاچاقی. حالا اون قاچاقی چطوری بایستی باش برخورد بشه؟ میان به هر صورت اونجا میگذاری شده، مناطق صعب العبور کوهستانی و همه این داستان های این تراژدی ها رو که دیدیم و بارها بارها تو سوشیال میدیا فضا مجازی و تو هر پلتفرمی که دیدیم شاهد اون تراژدی ها بودیم. اگه از روی اون مثلا مین ها عبور کنن اینا، بالاخره قلبشون، سینهشون، مغزشون هدف گلوله اون مزدورانی قرار میگیره که اونجا مستخر شدن برای آدم کشی، برای جنایت. خب در هر صورت 22 مهر بود و اون روز سیاه و تاریک و فراموش نشدنی، قتل برادر عزیزمون جیان علی پور بود. و از اون دوره ما سعی کردیم پرسمی از مبارزه رو، یعنی مسیری از مبارزه و همزمان دادخواهی برای کولبران، برای همه قربانیان حکومتی، همه کولبران و در واقع سوخبران هم، که اونایی که توسط این رژیم محکوم به مرگ شدن یا زندگی یه بردگی که متحمل شدن رو صداشون رو انعکاس بدیم، تلاش با برای انعکاس دادن صدایشون و صعوبت هاشون و اهمیت مبارزه، اهمیت و معطوف کردن افکار عموم، سازمان های حقوق بشری در واقع. خب بالاخره اونها رسانه ای ندارن، دسترسی به زای ندارن و بعضا میترسن، کلا در سکوت مطلق، در سکوت کامل. هر روز ما شاهد حوض وحشیگری و جنایت هستیم علیه کولبران، کولبرانی که به خاطر لقمه اینون هر صورت روزانه دارن کشتار میشن، و برای متوقف کردن و پایان‌دادنش به هر صورت نیاز هست که مثل این کارزار جهانی که مثلا برای نبه اعدام در سطح هموم و گسترده افکار دنیا را الان
متوازیین کرده در زندان های اعتصاباتی علیه اعدام دایر شده و این حرکت بسیار مهم و فوریت و ضرورت مبارزه مردم امروز مخصوصا بعد از انقلاب زن زندگی آزادی است و شاهد این هستیم در هر روز دارن طیفی از زندانیان سیاسی زندانیان که محکوم به اعدام بودن در طول این مدت در پشت میله های زندان در صف این هستن که نوبتی در سپید ادم ها تناب های در رو بگردنشون ببندن آویزون کنن. همین الان که ما اینجا داریم در مورد یک زنایت یک تراژدی یک نسل کشی در شهرهای مختلف ایران صحبت میکنیم، معلوم نیست فردا اسم کدوم یک از انسان های حالا به هر ظلمی که تازه مرتکب شده باشه یا نه، خب ما مخالف اعدام هستیم در هر شکلش که بایستی برسیده بشه، معلوم نیست فردا اسم و خوره به اسم کی هست و اهمیت و جایگاه این مبارزه امروز این کارزاری که اینجا هستش پایان دادن نه تنها برای برسیدن تناب های اداره حکومتی است، برای هر نوع جنایت و متوقف کردن کشتار و شلیک کردن به سینه کولبران و همون سوخبران هست، به پایان دادن به همه جنایات جمهوری اسلامی. در واقع این یک مبارزه و یک فشاری خواهد بود که افکار دنیا رو مخصوصا اگه این مسئله حالا مسئله اعدام ها بالاخره خوشبختانه در حال حاضر گستردگی و ابعاد خودش رو در کل دنیا به خود گرفته. الان مردم دنیا میبینن که این رژیم اعدامی است، با حکومت اعدامی طرف هستن و بایستی اهرم های فشار رو بیشتر و بیشتر کرد برای مقابله بیشتر، برای فشار بیشتر، برای اینکه انسجام و همبستگی و اتحاد بین همه مردم و همه اقشار جامعه برای تعرض نهایی بر حل جمهوری اسلامی رو بیشتر و گسترده تر کنیم. من در صورت این بخشی از کار ما بوده تا امروز اومدیم و زلو و با خانواده های کولبران دادخواه، خانواده که قربانی هستن به هر شکلی در این کار زد، در این مسیر خب ما هم بخشی از این کار هستیم، بخشی از این مبارزه هستیم و داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم که انعکاس دهنده صدای بیحقوقی و صدای همه این قربانیان حکومتی باشیم. من با اجازهتون در واقع من میخوام یه از همین جا هم به همین مناسبت که روز 22 مهر در واقع روز کولبر اعلام شد و در واقع این سه روز بیشتر نمونده به سومین سالگرد قتل حمد حکومتی برادرم جیان علیپور، اطلاعیه خودمون به عنوان خانواده علی پور رو هم اینجا به سمع نظر عزیزان و همه کسانی که میشنون و میبینن برسونم. اطلاعیه به این شکل است: 22 مهر روز کیفرخواست کولبران و خانواده های دادخواه کولبران، 22 مهر مهر 1400 روز ترور و قتل حکومتی جیان علی پور در منطقه مرزی گاکه واقع در منطقه آلان سردشت است. جیان علیپور در عین کولبری توسط مزدوران حکومتی و با شلیک مستقیم پاسداری با اسم سید باقر موسوی که معاونت فرماندهی هنگ مرزی روستای بتوش واقع در آلان سردشت را بر عهده داشت و قتل جیان جنایت آشکاری بود که با هدف و نقشه قبلی و تهدیدات مکرر از سوی قاتل یعنی سید باقر موسوی از روستای محل سکونت جیان و در حضور اهالی روستای مزناباد حلنا گفته بود اگر جیان میخواهد بچه هایش یتیم نشوند این روستا را هر چه زودتر باید ترک کند. بستگان جیان و فرزندانش دادخواه قتل حکومتی وی هستند. قاتلان جیان موسوی و مزدوران همراهش در آن روز شوم و سیاه هنوز بعد از 3 سال از ترور جیان نه محاکمه شدند، نه مجازات و بلکه ترفیع درجه شده و به شهرهای دیگر انتقال یافتند. دادخواهی خانواده کولبران با قتل جیان، جنبش دادخواهی کولبران از طرف خانواده جیان علیپور و دیگر خانواده های کولبران قربانی شکل گرفت. دادخواهی به منظور محاکمه قاتلان کولبران و جلب افکار عموم، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و احزاب سیاسی در سطح سراسری و در خارج کشور وظیفه هر یک از ماست که به حمایت از آنان برخیزیم. جنبش دادخواهی کولبران بیش از 3 سال است با انتشار بیانیه‌های اعتراضی توسط کولبران
با اهداف حمایت از کولبران و خانواده های کولبران زن باخته و افشاگری های پیگیرانه از جنایت های جمهوری اسلامی علیه کولبران یعنی کارگران بیکار اعلام موجودیت کرده است. کولبران به مناسبت این روز خواستهای خود را بار دیگر اعلام می کنند. کارگران، معلمان، تشکلهای زنان، پرستاران، دانشجویان و فعالین اجتماعی همگی شما را به حمایت از خواستهای خودمان فرا می خوانیم. کولبری شغل نیست، یک بردگی در خدمت سرمایداران و باندهای رانتخار حکومتی است. پایان دادن به کولبری مستلزم بالا رفتن موقعیت های شغلی در کردستان است. مطالبه بیمه بیکاری با تأمین هزینه های زندگی استاندارد، تحصیل رایگان برای فرزندان ما، رایگان بودن هزینه های پزشکی و دارویی، پرداخت خسارت به خانواده های کولبران که توسط نیروهای حکومت سرکوبگر اسلامی زن باخته اند و یا معلول شده اند و توقف فوری تیراندازی به سوی کولبران توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی خاص فوری ما کولبران و اکثریت مردم کردستان است. مردم مبارز کردستان، روز 22 مهر روز کولبر با ما برای گرامی داشت این روز از خواستهای کولبران حمایت کنیم. با تشکر از شما و این وقتی که در اختیار من قرار دادید، به امید پایان دادن به حکومت اعدامی و لغو فوری احکام اعدام در ایران و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. خیلی ممنون از صحبت هاتون هجار جان. من فقط یه سوال دارم، فکر من بابک جان هم یه سوال دارن. سوال من این هستش که در رابطه با جنایاتی که جمهوری اسلامی مشخصا در مورد کولبران انجام داده، آیا آماری، ارقامی، اسنادی، تاریخچه‌ای وجود داره که این رو ما بتونیم اقلا تو آمریکا، تو خارج کشور این رو برای نیروهای مترقی، حالا البته خب کشورهای دیگه میدونن دولتاشون اینا چه جنایتی میکنن، شاید زودتر از خود اینا بدونن، ولی نیروهای آزادی خواهی در سراسر دنیا هستن که واقعا با شنیدن این واقعه ها خیلی احساس همدردی میکنن و حس انسان دوستیشون وادارشون میکنه که قدم بردارن و بتونن توی این کارزار با شما همراه باشن. اگر وسیله‌ای هست، نکته‌ای هست، طریقی هست، این رو حتما یک جوری به دست ما برسونین و امیدوارم که باشه. بله، خیلی ممنون از توجهتون و این امر همه ماست و محزل و پدیده کولبری و سوخبری مسئله همه انسان های بشره و با وجدان و با قلب های انسانی هست که این رو معطوف کنیم به این مسئله. کمتر از اعدام ها یعنی کولبر کشته، بیشتر از اعدام ها در واقع کولبر کشته شده، ترور شده و در واقع در یک شکل هستن، در یک شهر واسه اونهایی که اعدام شدن با تنابدار و اونهایی که اعدام شدن با گلوله مستقیم و یا مزروع و معلوم شدن بسیار زیاده. من فقط یه سریع یه آماری میدم و اینو میتونیم بعدا صحبت کنیم و حتما به اطلاع شما میرسانم و میتونیم بیشتر در این ارتباط صحبت کنیم. و در صورت در کردستان سایت های حقوق بشری و عذاب و نادهای دیگه هم فعال هستند در ارتباط با کولبران، در ارتباط با اعدام ها، در ارتباط با کلی اشکال جنایت، ستم و تبعیض و هر کدوم آمارهای خودشون دارن با استناد به آمارهایی که مثلا در طول 12 سال گذشته، مثلا از بین سال 390 تا همین سال گذشته وجود داره. در واقع نزدیک به 2500 کولبر، فقط کولبر کشته و مزروح شده در بین این 10 سال، مثلا 1390 تا سال گذشته. و از این میان مثلا اگه اینطوری بگم نزدیک به 700 کولبر فقط مستقیما کشته شدن و در بین این کولبران کشته شده و حتی در بین این کولبرانی که از روی نیاز، از روی اجبار و از روی گرسنگی مجبور به تعامل کردن سنین راه مشقت باری هستند، بسیاریشون زنان بودن، کودکان زیر 16 سال و
در میانشون افرادی بودن با تحصیلات اکادمیک خیلی بالا که برا دیدین، حتما شما خیلی از رفقا و بینندگانی که این برنامه رو میبینن، محزن و پدیده کلبری یه جنایت حلی بشریت است و امیدوارم مثل اعدام ها کار زیادی کرد و بالاخره این کار یک نفر یا گروه نیست، کار همگی هست، همه ما با هم، همگی هر کدوم که دغدغه‌شون و مسئله‌شون جان انسان هاست، از رنگ و نژاد و اینا، این زن مسئله نیست، مسئله انسان و انسانیت است، مسئله به سر زن انسان هست که روزانه در حکومت جمهوری اسلامی به خاطر فقر و گرسنگی محکوم به مرگ هم هستن به خاطر یه لقمه نان. نگاه کنین چه وحشتناک اونجا چه تراژدی های در حال اتفاق افتادن است که خیلی زهان نمیدون اصلا کولبر و اینا یعنی چی. مثلا من قبلا اینو گفتم و این انسان های شریف و زحمتکش متحمل چنین رنج و درد و زندگی پر از فلاکت و مشاق باری هستن و آمارهای زیادی وجود داره. امیدوارم که اینو به عنوان بروشور مدرک و اسناد خیلی حساس و اساسی طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد این سالا و میشه این کارها رو کرد، میشه یک گروه تماس، یک گروه کاری به وجود آورد، همگی کار مشترکی رو انجام داد و این رو برد مستقیما رو بحث و رو به پارلمان اروپا، سازمان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر اروپا و غیره. خیلی ممنون.